به نام خدا. سلام، نگاهی خواهیم داشت یه مباحث نظر بزرگ میکنم که بتونیم بهتر با هم راجع به مطالب صحبت کنیم و شما هم دید بهتری داشته باشید. بحث طبقه بندی سازها بود از این موضوع مورد بحث ما در نکات کلی. یک، طبقه بندی سازها بود. گفتیم خب این از قدیم الایام وجود داشته، یک پیشینه تاریخی داره. مدل امروز ما اون بوستل زاکس هست که اینا دو تا شخصیت جدا هستن، روی موضوع کار کردن و دسته‌بندی اونها نتیجه داده. سازهای خودصدا، پوستی، سازهای ذهنی، بادی و الکتریکی. موضوع مهم در تقسیم بندی که اینها انجام دادن چگونگی و معیار اصلی برای تقسیم بندی هست. من برای اشاره به اون برمی‌گردم صفحه قبل و شما رو دعوت می‌کنم که این پاراگراف رو بهش توجه بکنید. مبنای آن در وهله اول بر عامل تولید صوت و سپس بر ساختمان و چگونگی نواختن سازها استوار است. اون وهله اول باعث میشه که ما این سرشاخه های اصلی رو به دست بیاریم، یعنی خودصدا، پوستی، زهی، بادی و الکتریکی. ساختمان و چگونگی نواختن موجب شکلی زیر دسته های دیگری میشه. خب باز اینجا خیلی ما روش تاکید نخواهیم کرد چون قبلا اونجا به صحبت شده. بحث تقسیم بندی سازها رو در ارکستر سمفونی داشتیم، گفتیم سازهای کتاب‌های سازشناسی اصولا بر اساس این چیدمان به معرفی سازها می‌پردازن. فکر می‌کنید مطالعه بکنید. موضوع مهم بعدی که اینجا بهش اشاره شده بحث نامگذاری نوت‌ها در اکتاب‌های مختلف هست. گفتیم ما در این کتاب از روش نامگذاری علمی استفاده می‌کنیم که نوت‌ها رو با حروف الفبای انگلیسی که همه شما باش آشنایی دارید معرفی می‌کنه و یک عددی که در کنار نوت اسم نوت قرار می‌گیره، مثل این صفر در اینجا، حالا بهش می‌گیم ایندکس یا اندیس، شاندنبی اکتار مربوطه هست. توی این شکل شما به خوبی میدونید که این تقسیم بندی چطور شکل گرفته. ما دقیقا از این C1 به سمت پایین اگر بیاییم C0 خواهیم داشت. پایین تر از C0 سازهایی هستن که صداهایی بتونن تولید کنن، البته کسی نمیتونه بشنوه. کل نوت های این معدوده که C0 همشون ایندکس 0 دارن و بعد اینجا اکتاب اول ما هست، باز این نقطه همه ایندکس 31 دارن. همینجور میدیم تا به دوه وسط میرسیم که ایندکس 4 داریم. خب من باز اینجا زیاد توقف نمی کنم، لازم است که اینها رو بهش توجه داشته باشیم. به این باورقی تفاوت نوتون یا پیچ هم شما رو ارجاع میدم، مهم هست. موضوع بعدی بحث هارمونیکا است که ما در معرفی سازهای بادی و ذهنی باش کار داریم و این هم یک موضوع خیلی مهمیه که حتما باید باش آشنا باشید و با توجه به اینکه هم مبانی سازشناسی رو مطالعه کردید من امیدوار هستم که مرور کنید و حالا اونجا هم توضیح داده شده حتما اون رو در ذهن داشته باشید. پاراگراف آخر از نکات کلی یکم راجع به دو تا واژه زیر و بم هست. ما در این کتاب اصولا نوت‌ها رو بر اساس محل قرارگیریشون روی حامل مورد بررسی قرار میدیم، یعنی به فرض این محدوده که حامل کلید فا کلید باس رو نشون میده، با توجه به اینکه این نوت‌ها پایین حامل هستن ما بهش میگیم نوت‌های پایین، یا اینا رو میگیم نوت‌های بالا روی این حامل این محدوده. خب در صورتی که در زبان عامه مثلا ما به اینا میگیم نوتای بم، به اینا میگیم نوتای زیر.
که این دوتا واژه خیلی واژه مناسبی برای مباحث تخصصی موسیقی نیستن. مبنای ما در سنجش ارتفاع صداها، یعنی بالا پایین بودن یا زیر و بم بودن صداها، اصطلاحی که در فرهنگ عامه استفاده میشه، کلید و حامل هست. بنابراین به نقطه‌ای که پایین حاملن بگیم پایین، نقطه‌ای که بالا هستن بگیم بالا. خب بس نکات کلی دو راجع به سازهای باریکشوبی هست و اینکه اینها چجوری بسیدن درشون تولید صوت صورت میده. یه خلاصه ای در اینجا بهش اشاره میکنم، شما به کتاب ارجاع میدم. بعد سازهای باریکشوبی لزوما به دلیل اینکه چوبی هستن تو این دسته قرار نگرفتن، از برز و پلاستیک هم ساخته میشن. عامل تولید صوت در این سازها به سه طریق قابل بررسی هست. یکی این حالت که این الان قسمت الحاقی بالایی ساز فلوت هست، اینجا شما یک حفره رو مشاهده میکنید، لمش نوازنده داخل این حفره و اختلاف فشاری که در بیرون و داخل این لوله ایجاد میشه بر اثر این دمش، موجب نوسان هوا و تولید صوت میشه. ساز فلوت پس مکانیزمش به این شکل. این ساز کلارینت، در ساز کلارینت به این شکله، از این دو تا قطعه استفاده میشه. مطمئن من به ساز کلارینت فعلا اشاره نمی کنم، میرم روی ساز اوبا و فاگوت که از این سیستم استفاده میکنن. سیستم دو زبانه. زبانه چی؟ زبانه یک لایه نازکی از جنس نی یا به حال چوب هست که اینها خب فرآوری شده هست، خیلی خوش ساخته. این دو تا لایه نازک زبانه کنار هم نصب میشن، آوازنده این زبانه ها رو با زبان خودش، با دهان خودش خیس میکنه و در اونها میدنه. دوباره اختلاف فشار هوا در بین این دوتا، در بیرون اینها، عامل نوسان هوا و تولید صوت میشه. اینجا ما یک نمونه رو میبینیم که دقیقا ترکیب دو زبانه در اینجا و الحاقی بالایی در سازی مثل فلوت هست. این مربوط میشه به سیستمی که در کلارینت استفاده میشه. چطوره؟ یک قطعه دهانی داره که اینجا مشاهده میکنید و یک زبانه. این زبانه به پشت این قطعه، یعنی این قسمت که من دارم با نشانگر بهش اشاره میکنم، متصل میشه و باز نوازنده با خیس کردن مجموعه اینها با آب دهان خودش و دمیشی که ایجاد میکنه، باز اختلاف فشار هوا بین این دوتا و در بیرون از این دوتا خواهد شد که موجب نوسان ستون هوا و تولید صوت میشه. موضوعات دیگر رو خواهش میکنم در کتاب مطالعه بفرمایید. اصطلاح مهم در شناخت سازهای بادی آمبیشور هست که اونجا توضیح کامل داده میشه هست. من باز اینجا خیلی توقف نمی کنم. پاراگراف بعدی که برای ما مهمه، بله، سازهای بادی معمولا چندین انگشت گذاری، حالا 3 یا 4 انگشت گذاری برای نواختن یک نوت مشخص میتونه استفاده بشه. هر کدوم از اونها رنگی تا حدی متفاوت از دیگری دارن. این خیلی مهمه و خیلی از نوازنده ها به خصوص سرگاهی محاصر از این تفاوت رنگ در قطعاتشون استفاده می کنند. با این حال معمولا 1 یا 2 انگوش گذاری برای هر نوتالات متعارف داره و در سیستم نوازنده استاندارد ساز می کنجه. موضوع مهمی هستش که باید بهش توجه داشته باشید. این همون خسته نباشید.